امروز با نقدی دیگر از اسلام با ما همراه باشین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت های خودتون ما رو حمایت کنید. در مورد امام رضا، امام هشتم شیعیان، چیزهای زیادی در کتب شیعیان نیست و فقط مطالب جسته گریخته‌ای وجود دارد که روحانیون شیعه از گفتن آنها ابا دارند و برعکس مطلبی را عنوان می کنند که هیچ اعتبار سندی حتی نزد خودشان ندارد. ما در این متن مطالب و روایاتی را از دل معتبرترین کتب خود شیعیان بیرون کشیده ایم که نقاط تاریک زندگی امام رضا را روشن کرده و دروغی دیگر را از سلسله دروغ‌های روحانیت شیعه افشا می‌کند. در کتاب بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی که ستون فکری شیعیان 12 امامی را بنا نهاده، احادیث فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد علمای شیعه در مورد مسمومیت امام رضا به دست مأمون متفق القول نیستند و این ادعا از سوی اکثریت این علما رد شده است. با هم برخی از مهمترین این روایات را بررسی می‌کنیم. یک حدیث از امام رضا به این مضمون است: یک روز ابو لهب خدمت پیامبر رسید و آن جناب را تهدید کرد. پیامبر به او فرمود: اگر خدشه‌ای از جانب تو بر من وارد شود، من دروغگو هستم. تو نمی‌توانی خدشه‌ای به من وارد کنی. سپس امام رضا ادامه می‌دهد: این اولین معجزه پیامبر بود و حال آنکه من نیز اولین نشانه امامت را اظهار می‌کنم. اگر از جانب مأمون خدشه‌ای به من وارد شود، من دروغگو هستم. یعنی مأمون خدشه‌ای به من وارد نمی‌کند. 2. علامه مجلسی در جای دیگر کتاب معروف خود در این باره می نویسد: از سید ابن طاووس نقل کردند که ایشان مخالف مسمومیت امام توسط مأمون بوده و در ادامه می نویسد: اربلی از علمای بزرگ شیعه نیز در کتاب کشف القمه این ادعا را رد کرده است. سپس در ادامه مجلسی نقل قولی از شیخ مفید در مورد سید ابن طاووس می آورد که ایشان بسیار در این باره تحقیق و تفحص کرده و کتب زیادی خوانده و این ادعا را به دلیل رابطه گرم و دوستانه مأمون و امام رضا رد می کند و این ادعا را کذب می داند. 3. علامه مجلسی در مجلد 50 کتاب معروف خود از کتاب عیون اخبار رضا می نویسد: حال امام رضا رو به وخامت گذاشت و هر روز مأمون دوبار از حال ایشان خبر می گرفت و بسیار نگران بود. امام رضا دستور می دهد تمام اهل منزل و غلامان و کنیزان را جمع آوری کنند و همه با هم غذا بخورند، چون خودش به علت مریضی مدت 2 روز غذا نخورده بود. سپس همان شب به شدت ضعیف شده و از هوش رفت. راوی کتاب معتبر عیون اخبار رضا می نویسد: بعد از خبر ضعف شدید ایشان، مأمون گریه کنان بر سر خود می زد و با پای برهنه به منزل رضا آمد و ریش خود را می گرفت و گریه می کرد. بالای سر ایشان رسید و زاری می کرد که آقا، بعد از رفتن تو چگونه با این مصیبت روبرو شوم؟ درد فراغت را تحمل کنم یا تهمت مردم را؟ در این هنگام امام رضا به هوش می آید و به مأمون می گوید: با پسرم ابو جعفر خوب رفتار کن، چون عمر وی و عمر تو مثل این 2 انگشت است. آنگاه انگشت شست و سبابه خود را به هم چسبانید. 4. اما نکته بسیار مهمی که مجلسی به نقل از اخبار العیون در مورد قبر امام رضا به آن اشاره می کند چنین است: امام رضا سفارش قبور را می کرد که به قبر طوس اشاره کرده و گفت قبر من و هارون، پدر مأمون، مانند این 2 انگشت است و سپس انگشت شست و سبابه خود را به هم فشرد. یعنی این قبر در مشهد، قبر هارون، پدر مأمون عباسی و رضا مشترک است. کتاب اخبار العیون در ادامه می نویسد: موسی بن مهران گفت حضرت رضا را در مدینه دیدم،
هارون پدر مأمون در حال سخنرانی بود که رضا فرمود من و این شخص در یک خانه دفن می شویم. 5. کشف القمه در جلد سوم صفحه 90 در شرح حال اولاد امام رضا می نویسد اولاد امام رضا 6 نفر بودند، 5 پسر و 1 دختر که نامهای آنها به ترتیب چنین است: محمد قانع، حسین، ابراهیم، جعفر، حسن و 1 دختر به نام عایشه. مگر به قول آخوندهای شیعه عایشه کافر و ضد ائمه و دشمن علی و غیره نیست؟ چرا امام رضا نام دخترش را عایشه گذاشته بود؟ آیا آخوندهای شیعه بیشتر از امام رضا که اتفاقاً علم غیب نیز داشته در مورد عایشه می دانند؟ 6. علامه مجلسی در جایی دیگر به نقل از کتاب اولی می نویسد امام رضا به خط خود عهدنامه ای را در سال 201 هجری نوشت و در این عهدنامه بر خویشاوندی این دو خانواده تأکید و از امیرالمؤمنین مأمون تعاریف و تماجید فراوانی کرد. من جمله این که مأمون روابط خویشاوندی را که دیگران قطع کرده بودند به جای آورده و این رابطه را حسنه کرده و تأکید می کند که مأمون خویشاوندانش که فقیر شده بودند را بی نیاز کرده و تأکید می کند که مأمون به من لطف فراوان کرده و مرا ولیعهد خود کرده و فرمان روایی مناطقی را به من واگذار کرده است. با توجه به این روایات که در معتبرترین کتب روایی شیعه آمده و توسط بزرگترین علمای این مذهب نیز مورد بررسی قرار گرفتند، نتیجه می گیریم که در فوت امام رضا مأمون هیچ نقشی نداشته و ایشان به طور طبیعی جان سپرده و علمای بزرگ شیعه مانند سید ابن طاووس این ادعا را رد کردند. و نکته دیگر این که در قبری که در شهر مشهد زیارتگاه شیعیان می باشد جسد پدر مأمون آرمیده است و شیعیان از پدر مأمون طلب شفای دردهایشان را می کنند. و جالبتر این که از سویی به مأمون لعنت می فرستند و از سویی از هزاران کیلومتر دورتر برای زیارت قبر پدرش به شهر مشهد می روند. آیا باز هم باید یاوه های روحانیون شیعه بر روی منبرها را باور کنیم؟ بهتر نیست با کمی تحقیق در کتب تاریخی وقایع را آنچنان که بوده بدانیم، نه آنچنان که آخوندها می‌خوانند. سپاس از شما. تا ویدئوی دیگر، بدرود.